یک شروع تازه دیگر. درست همانند 13 سال پیش با موجی از امیدها و خوشبینی ها. افغانستان امروز شاید با 13 سال پیشش مقایسه نشود. فرصت هایی که در این مدت از دست رفتن نیز ممکن است جبران ناپذیر باشند. استثنایی ترین فرصت ها در طلایی ترین دوره تاریخ معاصر افغانستان. 13 سال پسین با همین صفت یاد می شود. دلیلش هم واضح است. یعنی آغاز موج بی پیشنه حمایت های مالی، سیاسی و نظامی جهان از افغانستان. چنان که برخی آمارها گواه یک رقم درشت کمک مالی به این کشور است. 56 میلیارد دلار کمک انجام شده و نزدیک به 100 میلیارد دلار کمک تعهد شده. اگر 56 میلیارد دلار را به 34 ولایت افغانستان تقسیم کنیم، سهم هر ولایت 1 میلیارد و 600 میلیون دلار می شود، معادل 82 میلیارد افغانی. و پرسش هایی که مطرح می شوند، آیا واقعا این قدر پول در افغانستان هزینه شده است؟ و اینکه افغانستان 13 سال پیش چی نداشت که اکنون دارد و چی باید می داشت که تا هنوز ندارد؟ چند پیش شهرهای جوزجان فاریاب در شمال کشور، رفت آمد با چنین کاروان به شدت مسلح ظاهرا نشانه از احتمال حمله طالبان دارد. هراس افغانانی که حتی خواب از چشمها را بودند. و این صحنه معمول در میمنه، مرکز ولایت فاریاب. از کجا میان بخیر؟ از بندر میان. در ماه‌های اخیر رویدادهای هراس افغانانه خوشی بسیاری ها را به ماتم مبدل ساختند. شدت این بازرسی ها نیز پیامی دارد. محمد عمر محتوای پیام را روشن می‌سازد. کفاش مشهور شهر که پول ناچیز کارش تامین کننده نیازهای خانواده بزرگش است. طالبان رفته بود، یک خورده آرامی شده بود، یک خورده امنیت بود. حال دوباره ازو کده بدتر شده. در سال‌های اخیر چهره فاریاب بسیار تغییر کرده است. ساختمان ها قد کشیدن، جاده ها ساخته شدن و خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش گسترده تر شدن. زیاد تغییرات مثبت من آبادکاری شده، سرک ها قیر شده، مکتب ها زیاد شده، پندون ها، پنزه ها زیاد شده. منطقه مسئولین زیاد توجهش در زندگی مردم خوب نبود. باید اینا در زندگی مردم بسیار توجه میکرد. این تغییرات شاید گسترده باشند، اما نمیشود ادعا کرد 82 میلیارد افغانی هزینه شدند. فاریاب از ولایت های بزرگ و پرجمعیت در شمال افغانستان است. 14 واحد اداری دارد و باشندگان آن عمدتاً ازبک، تاجک، پشتون و عرب هستند. 12 ولسوالی فاریاب گواه حضور افراد مسئله غیر مسئول است. اما ظاهراً افراد مسئله غیر مسئول چالش شماره یک این ولایت نیست. این بیکاری است که در فاریاب معتاد و هراس افغان می آفریند. در ولایت فاریاب هیچ فامیلی نیست که یک نفرشان در ایران برای مزدوری نرفته باشد. و دلیلش چیست؟ دلیلش اینه میست که در اینجا زمینه کار نیست. یا ای که مثلا جوانای ما برای تحصیلات اسلامی از اینکه مدارس بزرگ تعلیمات اسلامی در اینجا ساخته نشده، جوانا رفتن به طرف پاکستان به تحصیل، از اون طرف اونا شکار شدن و میان به نام طالب قطع الطریقی میکنن. و حتی ظرفیت های اقتصادی که چالش آفرین شدن. بخشی از شهرهای حلقوی افغانستان از فاریاب میگذرد، بخش نامن شده از سوی پاکستان. اسلام آباد با گماشتن طالبان افغان، چچنی ها و ازبکستانی ها مانع ساخت این شهرها می شود. بیشترین فشار در ولایت فاریاب دلیلش سرک حلقوی است. از اون خاطر درگیری هایی که ما به خاطر پاکسازی سرک در مناطق قیصار و غورماج داشتیم، در اونجا طالبای خارجی دیده شده. هم پاکستانی ها بوده، هم چچنی ها بوده، هم طالبای ازبکستانی بوده. این شهرها افغانستان را با ایران و آسیای مرکزی پیوند می‌دهد، آنچه که ظاهراً با خواست پاکستان همخوانی ندارد. سرپل نیز داستان مشابه با فاریاب دارد، سهم اندک از کمک‌های جامعه جهانی. به ویژه 82 میلیارد افغانی که دست کم امتیاز هر ولایت شاید بود. سرپل نیز از ولایت‌های فقیر افغانستان با جامعه چند قومی است. این ولایت با باشندگان از ازبک ها، تاجک ها، هزاره ها، ترکمن ها و پشتون ها ایجاد شده است. این مرکز سرپل در یک روز نسبتاً ابری و گرد آلود. ممکن است سرپل تنها ولایت باشد که در 12 سال گذشته کمتر برای بازسازیان توجه شده است. مردم ها میگن با همه همکاری هایی که با دولت داشتن تا هنوز تغییر بزرگ در دسترخانشان نامده. حتی برخا میگن که سرپل و باشندگان سرپل به حاشیه کشیده شدند. در 13 سال اخیر سیمای این شهر نیز کمتر تغییر کرده است. این تغییر در دیگر بخش ها شاید متفاوت تر هستند.
مثل تغییر در خدمات آموزش و پرورش و گسترش خدمات بهداشتی. سرپل تان تغییر کرده الان در چند سال؟ چند سال تغییر کرده نسبتا خوب است. اما زیاد تغییر نکرده؟ نه خیر زیاد تغییر نکرده. فعلا هم سرکایش ساختشتن اما دیگه کارشان عاجل نیست. آنچه سرپل را اهمیت ویژه بخشیدن شاید وجود این معادن و ذخایر باشند. منابع بزرگ نفت، گاز، مس و زغال سنگ. تخمین زده می شود که تا 23 سال دیگر تنها با استخراج نفت ذخیره آمودریا بیش از 7 میلیارد دلار معادل 350 میلیارد افغانی دولت افغانستان درآمد داشته باشد. مس بلخاب نیز همین گونه. موجودیت این دو معادن عمده اقتصادی در سطح افغانستان که به خصوص دولت سرپل موقعیت داره، این هم کشورهای منطقه و همسایه کوشش میکنه که ایدو قرارداد عمده اقتصادی را اخلال بکنه و حضور طالبان در اینجا بیشتر باشه. کدام کشورها؟ بیشتر پاکستان و ایران هم کوشش میکنه دخالت بکنه، اما پاکستان بیشتر. به او دلیل ما تلاش داریم که امنیت این پروژه ها را بگیریم که گرفتیم تا حالا، و چندین بار اینا تلاش کردن که ایز خواهی را زیر از بین ببرند. چینی ها 1800 کارگر محلی را در کار استخراج نفت آمودریا استخدام کردند. کارگران با مزد تا 15 هزار افغانی در ماه. هر چالش در استخراج این ذخیره نفت ممکن است نان خانواده ها را ازشان بگیرد. نان محرومانی که گردش زمان ممکن است هر لحظه تأثیرش را بر زندگیشان بگذارد.